به نام خدا. سلام دوستای نازنین، آشپزخانه ما خوش آمدین. انشالله که جور صحتمند باشین. امروز تصمیم دارم یک حلوای مجلسی پخته کنم از آرد سوجی. خواستم امروز شما عزیزانم شریک بسازم، امروز ما باشین که با هم دیگه یک حلوای آرد سوجی را پخته کنیم. با معرفی مواد اولیه پخته کردنش شروع میکنم. خب برای از یک حلوا احتیاج به روغن داریم، آرد سوجی، بوره، بادام، کشمش و الوچای. بسم الله گفته شروع میکنم. در قدم اول ما در دیگ روغن مندازم، نیم گلاس روغن مندازم. منتظر میباشم تا که روغن داغ شوه. بعد از که روغن کمک بار داغ شد، یک قاشق بوره داشت مندازم. یک قاشق بوره رو باید خاطر مندازم که اول وای ما خوش رنگ بیه، خاطر رنگش. منتظر میباشم تا که بوره کاملا زرد شوه. بعد از اینکه بوره زرد شد، حالا آرد سوجی را اضافه میکنم. یک و نیم گیلاس آرد سوجی مندازم. زمی گیلاس نیم گیلاس هم روغن انداختیم. اول یک گیلاس ششور میتونم، باز نیم گیلاس دیگه اضافه میکنم. نیم گیلاس دیگه شم اضافه میکنم. برای 4 الا 5 دقیقه آرد سوجی را سرخ میکنم در سر روغن. آرد خوب سهی بریان شوه. البته یکان تا زیادتر دوست داره آردشون بریان شوه، میتونین زیادتر بانین، بعضی کمتر دوست داره. دیگه من نرمال اما 5 دقیقه میمونم. رنگ آرد که تغییر کرد، دیگه آب اضافه میکنم. آبم باید 100% آب جوش بندازین، اگه آب سرد بندازین دیگه الوا خوبش نمیه. 100% آب جوش بندازین. آب جوش الوا رو بسیار خوب مزه‌دار خوبش میکنه، دانه دانه الوایتان میه. خب آرد ما تقریبا سرخ شد، ببینین زیاد ما سرخ نمیکنم، اما قدر کفایت میکنه. بر 5 دقیقه موندم. حال نوبت ازیست که آب اضافه کنم. آبم آب جوش است. ده کنیم گیلاس آرد سوجی، من 3.5 گیلاس آب اضافه کردم. آب جوش آب که اضافه کردم، یک دقیقه میمونم که سخت تر شود. بعد از او بوره را اضافه میکنم. حالا آب که انداخته بودم خشک شده، حالا نوبت ازیست که بوره را اضافه کنم. میتین ده اول هم اضافه کنیم، من بعدا اضافه میکنم. ده کنیم گیلاس آرد سوجی، ما یک گیلاس هم بوره مندازم. البته شیرنیش بدل خواه خودتان است، دیگه اینمی شیرنیش نرمال میسید. اگر شیرنی زیادتر دوست داریم، میتونیم بورش زیادتر بندازیم. دیگه زمان که بوره رو مندازیم، دوباره الوا خودش نرم میسازه، بخاطر که بوره آب میشه، بعد از دوباره خدا سخت میسازه. دیگه گاز بسیار رد رد شکم میکنم، میمونم که آیست آیست پخته شده تا بادام پوست میکنم. بادام در داخل یک کاسه بندازین، در سر شما به جوش بندازین، برای یک 5 دقیقه بانین، پوستش راحت جدا میشه. البته میوه خشک که مندازین بدل خواه خودتون، میتونین چهارمغز بندازین یا پسته بندازین، هر کدام شه که خودتون خوش دارین. دیگه از من در خانه بادام بود، از این بادام استفاده کردم. چهارمغزم بسیار مزه دار میسازه، فندق، هر میوه خشک که دوست داشتین میتونین بندازین. ببینین بسیار راحت پوستش گرفته میشه. یک 5 دقیقه که داخل آب جوش بارین. حال بادام رو دو 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 تا میکنم که کم نازکتر شه. بادامم توته کردم، حالا در سر الوه ما اضافه میکنم. بادام که اضافه کردم یک شور میدم. بعد از او کشمش رو میشویم، در سرش اضافه میکنم. نوبت کشمش شد، یک گلاس هم کشمش مندازم. کشمش پاکس را ششتم اضافه میکنم.
خوب یک شور میدم، بعد از اینکه شور دادم برای 20 دقیقه الی 30 دقیقه سر دیگه همراه دمدیگی میپوشانم، الوار را دم میمانم. هرچی الوار زیادتر دم بارین اونم قدر الوارش خوبش میه. ما برای 25 دقیقه دم میمانم شه. بسیار حرارت گازم کم میسازم که آیسته آیسته دم بگیره. بعد از 25 دقیقه ببینین الوای ما کاملا آماده شده، یک الوای پاش پاش خوبش آمده. ببینین کاملا پخته و خوبش آمده. وقتی که خوب صحیح الوا پخته شد، زمان که میخواستم بکشم اون وقت ایل اضافه میکنم. ایل از اول اضافه کنین، عطر ایل از بین میره، بازو بوی خوشبوی رو نمیته. همیشه در آخر وقت کشیدن ایل اضافه میکنم. ایل اضافه کردم یک شور میتم و دیگه الوا را میکشم. اگر از اول بندازین باز عطرش کم میشه. البته میتونین گلاب هم استفاده کنین. ما اولادایم گلاب خوش نداره، ننداختم. میتونین یک دو قشق هم گلاب پرتین. ما از یک قاغسک های کیک گرفتیم، بسیار خورد خوردش گرفتیم. دیگه که الوا رو مندازم در مجلس که الوا پخته کنین. دیگه که بون بسیار راحت برای هر کسی که الوا رو بتین، نه دستش چرب میشه و نه ضرورت به ظرف زیاد است. بسیار راحت میتونیم الوا رو استفاده کنیم. البته الوایی که بر مجلس آماده میکنیم اندازه یک لقمه مندازیم. البته از میتونین کلانش هم استفاده کنین، خوردش هم استفاده کنین. ما از خوردش استفاده کردیم. البته ما همیشه رقم آماده میسازم، شما را هر رقم که دوست دارین میتونین الوایتون آماده کنین. برای مجلس ما همیشه هم رقمی آماده میسازم. حالا یک کمک پودر پستام درش مندازم. میتونین پودر ناریال هم بندازین، هر کدام شه که خوش داشتین یا در دست راستان بود. خب دوستو، الوای ما کاملا آماده شد. ببینین بسیار یک الوای مزه‌دار خوبش اومده. دیگه تزیینش بدل خودتون، دکورش هر رقم که دوست داشتین میتونین الوایتون برای مجلس آماده بسید. من هم رقم آماده میسازم. تا میتونید یک بشقاب کلان بکشیم به این صورت رقم که خودتان سلام میبینید. خب دوستای نازنین، رسیدیم به پایان ویدیو امروز که الوای مجلسی پخته کردم از آرد سوجی. انشالله که خوشتان آماده باشه. اگر خوشتان آمد حتما همراهی دوستان دان شریک بسازید. تشکر که همیشه مرا همراهی میکنین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. زندگی خوش و آرام داشته باشین در کنار فامیلتان. خداحافظ شما عزیزان.